خب این پاراگراف آخر یا پاراگراف 19 مقاله فدرالیست سست، طبق معمول یه ذره یواش میخونم. In the year 1685, the state of Genoa, having offended Louis XIV, endeavored to oppose him. He demanded that they should send their doge. اینو مطمئن نیستم تلفظش این دوجه است یا نه، ولی این تیتر یکی از مجیسترات های اونا بوده، یعنی وزیرا و حاکما. و اینجا میگه اور چیف مجیستر یا رئیس یه دونه از سروزیراشون. خب مجیسترات میشه دادرس، حاکم، ولی اینجا فکر میکنم منظور یکی از وزیرای اصلیشون رو میخواسته. accompanied by four of their senators to France to ask his pardon and receive his terms. They were obliged to submit to it for the sake of peace. Would he on any occasion either have demanded or have received the like humiliation from Spain or Britain or any other powerful nation? خب باز دو مرتبه تو این پاراگراف به همون حرف خودش مونده، میخواد بگه که ایالت‌های مختلف اگر شما متحد نشید میفتید به چنگ این کشورهای قوی، مخصوصا کشورهایی که اصلا چشم دیده یک جمهوریتی، یه سیستم جمهوری که تازه به پا خواسته داشته باشن. میگه تو سال 1685، in the year 1685. ببینید اینا رو دو رقم بخونید اصولا اینجوری خونده میشه، in the year 1685 the state of Genoa. ببینید این جنوا ژنو الان نیست، این جنوا یکی از شهرهای تجارتی دور ایتالیا است. ببینید یادتون باشه اونجا فلورانس دارن، نیس دارن، جنوا هم یکیشونه. اینا اون زمان ایتالیای کشور نبود، استیت های مختلف بود، یعنی چی؟ جمهوری های کوچولو مختلفی اونجا بود. میگه 1685 the state of Genoa having offended یعنی رنجاندن، دلخوری کردن، دلخور کردن، بی احترامی کردن. این جنوا بی احترامی کرده بود به لویی 14 فرانسه. خب و تلاش باید میکردن، endeavor یعنی تلاش و کوشش، سعی کردن to appease him یعنی خوشنودش بکنن، خشمش رو چیکار بکنن، فرو بنشونن. این لغت اپیز رو توی زمان تاریخ جنگ جهانی دوم خیلی میشنوید، وقتی که انگلیسی رفتش و هیتلر یه ذره ماسمالی کرد و گفت نه اصلا ناراحت ما نباشید، و بعدا خودتون میخونید دیگه راجب جنگ جهانی دوم. و هیتلر هم کلک زد و کسافتکاریشو کرد. همیشه میگن که این نخست وزیر انگلیس اپیز کرد هیتلر رو، خب برای اینکه آرومش بکنه و خوشنودش بکنه دو دستی هرچی میخواست بهش داد. و منم خیلی بهتون گفتم یا اگه نگفتم تکرار میکنم، مطالعه جنگ جهانی اول و دوم برای همه خیلی مهمه، مخصوصا اونایی که بیشتر کشورهای دنیا که توش نجنگیدن. به چه دلیل دارم میگم؟ چون کسافتکاری که مخصوصا دو کشور ژاپن و آلمان کردن
ما بایستین تمام دنیا ازش یه درسی بگیره و در ضمن این برنامه کثافت‌کاری که تمام اروپا کرد که اینقدر فخر میفروخت که ما ببینید چقدر متمدنیم و و و این واقعا یکی از قسمت‌های مهم تاریخی که آدم باید مطالعه بکنه. حالا یه قبلا راجبش صحبت کردم، بعدا هم صحبت خواهم کرد، برگردیم اینجا. He demanded، یعنی لویی 14 فرانسه مطالبه کرد that they should send their doge or chief magistrate. اون گفت بایستین یه دونه از وزیرای اصلیتونو accompanied، به همراه، to accompany یعنی همراهی کردن، accompanied به همراه by 4 of their senators، با 4 از سناتوراشون to France، به فرانسه to ask his pardon. نه تنها یه وزیر اصلیتون رو بفرستید، بلکه 4 از سناتوراتون رو بفرستید که بیان تو فرانسه از من عذرخواهی بکنن، عفو بخوان. پاردون یعنی بخشش و عفو. And receive his terms. To receive یعنی دریافت کردن، پذیرفتن. Terms شرایط و شرط و شروط، یعنی برید ببینید چه دستورایی براتون میده، خب، و چه چیزی رو قبول میکنه برای اینکه شما رو ببخشه و از چه کارهایی بکنید. They were obliged، اونا مجبور شدند. They were obliged to submit to it for the sake of peace. Submit to it یعنی تسلیم بشن بهش، به خاطر، for the sake of peace، به خاطر صلح مجبور شدن که هرچی اون میگه قبول بکنن. یه چیزی که obliged الان استفاده میشه از وقتا همینجوری حالت همین روزمره، از وقتا مثلا توی شهرهای کوچیک آمریکا میگن much obliged to you، یعنی خیلی موظفم که تشکر بکنم ازت، خیلی درست، خیلی محبت کردی. خب، یا obliged یعنی موظف شدن، مجبور شدن، ولی موظف شدن هم معنی میده. Would he on any occasion، occasion موقعیت یا موردی، either have demanded یعنی مطالبه میکرد، درخواست میکرد، or had received یا دریافت میکرد the like humiliation، humiliation یعنی تحقیر، احساس حقارت، from Spain or Britain or any other powerful nation. powerful nation و powerfulش رو یعنی قدرتمند، بزرگ و قدرتمند، با خودکار قرمز نوشتم چون خودشون چاپشون رو یه ذره یه حالتی چاپ کردن توی ورق که بگن که داره اینو درس میده به مردمی که مقاله فدرالیست رو میخونن. میگن آیا شما فکر میکنید لوی چهارم یه همچین غلطی رو میکرد با اسپانیا یا بریتانیا یا یه کشور قدرتمند دیگه ای؟ پس داره به ایالت ها میگه اگه شما جدا جدا برید با این کشورهای گنده شاخ به شاخ بشید، همون بلا رو سرتون میارن که لوی چهاردهم سر جنوا در آورد. خب حالا من اینو سریع بخونم براتون. In the year 1685, the state of Genoa, having offended Louis XIV, endeavored to appease him. He demanded that they should send their doge or chief magistrate, accompanied by 4 of their senators, to France to ask his pardon. And receive his terms. They were obliged to submit to it for the sake of peace. Would he on any occasion either have demanded or have received the like humiliation from Spain or Britain or any other powerful nation? پس امیدوارم که این واژه‌ها رو مطالعه بکنید و تمام
این فدرالیست ها رو در نظر داشته باشی، چون همونجوری که گفتم فدرالیستی یک معرفی میکنه، از 2 تا 9 فقط هی میگه که ضعف یه ایالت اگه بخواد رو پای خودش واسته یا یه کنفدراسیون چیه، و درس عبرت هم همش سعی میکنه از اون کنگره قاره ای آمریکا براشون بیاره، هی بگه ببینید اون کنگره این ضعفش اینجا و اینجا و اینجا بود. حالا یواش یواش بهش میرسیم با اجازه.